به نام خداوند بخشنده مهربان، با درود فراوان بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز در سراسر جهان. امروز یک خاطراتی ره که در گذشته در این سالهای سال که گرد جهان گردیدم، مهر بتان ورزیدم، دنیا را بسیار دیدم، برای شما تعریف کنم. در کربلای معلا حضرت آیت الله سید هادی میلانی از روحانیون بزرگ و دانشمندان و مورد احترام جامعه و از مراجع بزرگ اسلامی بودند. در کربلا من در حضورشون شرفیاب می شدم و توجه و محبت خاصی ایشون نسبت به دوستانشون داشتن و به من فرمودن چند چیز را شما باید حفظ کنی. یکی ترجیع بند هاتف. ترجیع بند هاتف از بهترین اشعاری است که مرحوم هاتف گفته. حضرت آیت الله میلانی امر فرمودن که من باید حفظ کنم. یکی هم لامیت العجم طغرایی که در زمان هارون الرشید از طغرانویسان بود و خطاط بود خیلی خوب و وزیر بود و شعری داره به نام لامیت العجم که حضرت آیت الله میلانی فرمودن کسی که لامیت العجم را حفظ نکنه از ادبیات عرب چیزی بهره ای نبرده. خیلی معروفه. من امروز میخوام براتون مقداری از ترجیع بند هاتف برای شما بخونم. ترجیع بند هاتف، هاتف اصفهانی، اشعار زیاد داره، کتاب دیوان داره، شعرهای زیاد داره، ولی این ترجیع بند شیک فوق العاده بود. وقتی که این ترجیع بند را گفت و نسخه های از اون را فرستاد دور و بر ایران، از تبریز جماعتی آمدن که ببینن صاحب این ترجیع بند چه کسی، خیلی اشعار مهمه و زیباست و روحانی است. آمدن و در اصفهان چند روز موندن، کتاب های حافظ هاتف را گرفتن، اشعار دیگه شد دیدن، اون اشعارش خیلی جالب نی، ولی این ترجیع بندش فوق العاده است. پرسیدن ازش کی چی جور تو این ترجیع بند تهیه کردی؟ گفت من 40 روز اعتکاف کردم، یعنی مدیتیت کردم، تفکر کردم، روزه گرفتم، نماز خوندم، عبادت کردم، اعتکاف کردم تا به همین الهامات شد. اولین ترجیع بندش میفرماید ای فدای تو هم دل و هم جان، وی نثار رهت همین و همان، دل فدای تو چون توی دلبر، جان فدای تو چون توی جانان، دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان، راه وصل تو راه پر آشوب، درد عشق تو درد بی درمان. ادامه میده بسیار عالی تا میرسه به اون آخر که میگه آخر کار شوق دیدارم سوی دیر مغان کشید عنان، چشم بد دور خلوتی دیدم روشن از نور حق نه از نیران، هر طرف دیدم آتشی کان شب دید در طور موسی عمران، پیر اونجا به آتش افروزی به ادب گرد پیر مغبچگان، همه سیمین عذار و گل رخسار، همه شیرین زبان و تنگ دهان، چنگ و عود و دف و نی و بربط، شمع و نقل و می و گل و ریحان، ساقی ماه روی مشکین موی، مطرب بزلگوی خوش الحان. هی اینا رو تعریف میکنه تا میگه من شرمنده از مسلمانی شدم اونجا به گوشه پنهان، پیر پرسید کیستیم گفتن عاشقی بیقرار و سرگردان، گفت جامی دهیدش از می ناب گرچه ناخونده باشد این مهمان، ساقی آتش پرست و آتش دست ریخت در ساغر آتش سوزان، چون کشیدم نه عقل ماند و نه هوش، سوخت هم کفر از آن و هم ایمان، مست افتادم و در آن مستی به زبانی که شرح آن نتوان، این سخن می شنیدم از اعضا
همه حتی الورید و شریان که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا هو. این ترجیح بند اول هاتفه. آیت الله میلانی به من امر فرمودن که باید اونها رو این پنج ترجیح بند را حفظ کنید. شما هم سعی کنید حافظه خودتون را بهش برسید. شنیدم در یکی از این رسانه ها شخصی به نام گویا اون هم خراسانی بوده اسمش که با من هیچ نسبتی نداره، تعریف کرده که در اسلام حدیث هست از پیغمبر که اگه قبرستان میرید روی قبرها چیزی نوشته رو نخوانید، حفظ نکنید، حافظتون صدمه میبینه. اینطور نی. اولا در گذشته در زمان قدیم روی قبرها چیزی نمینوشتن، چیزی نمینوشتن روی قبرها، سنگی نبود، تراشی نبود، چیزی نبود، دفن میکردن اونجا و چیزی نمینوشتن. و بعد هم اگر شما روی قبر یا روی هر چیزی بخوانی حفظ کنی حافظه تقویت پیدا میکنه. خود من به یکی از دوستان که میرفت مدرسه به او گفتم میخوای حافظت خوب بشه، شاگرد اول بشی؟ گفت بله. گفتم میخوای یادت بدم چجوری؟ گفت بفرمایید. گفتم سعی کن هر چیزی که میشنوی حفظ کنی، شماره تلفن دوستانتون را حفظ کنید قبل از این که بنویسید، حفظ کنید. من الان شماره افیس لندنم در 40 سال قبل بودم، ریورساید 5874، حفظم تا حالا. حفظ کنید آیه های کوچیک قرآن را، حفظ کنید اشعار زیبا را. این تقویت میکنه قوه حافظه شماره. نه این که اگر فلان چیزی که رو قبل نوشته اگر حفظ کنید حافظه تصدمه میزنه، اینطور نی. این چیزهایی که شما از این دهن و اون دهن شنیدید اینا رو به زودی قبول نکنید، توجه داشته باشید. عقلتونه به کار ببرید، خردتونه به کار ببرید، معلم داشته باشید. یک کسی رد میشد در یه جایی صحرایی دید که رو شن نشستن، یک کسی قلاب انداخته تو شن، گفت چیکار داری میکنی؟ گفت که ماهی میگیرم. نگاهی کرد و گفت بر منم یه دونه $1 بشتاد بگیر، نشست پلوش. یه نفر دیگه آمد، اونم باز $1 داد، نشست پلو این که بر منم ماهی بگیر. یه مرد فهمیده آمد، نگاه کردید 3 نفر نشستن اینجا، یه قلاب انداختن روشن، گفت شما چی کار میکنید اینجا نشستید؟ گفتن داریم ماهی میگیریم. نگاه کرد این ور اون ور، نه آبی دید، نه چشمه‌ای دید، نه نهر آبی دید، چی؟ گفت زکی این چه کاری میکنید؟ اون یارو گفت به من نگو زکی، به این 2 نفر بگو که به منم پول دادن برای اینام بگیرم. حالا ما اینقدر توجه نداریم که یکی حرفی رو به ما میزنه پی ببریم به حرفش، به منطقش، به عقلش، به خردش که یعنی چه؟ که اگر من یه چیزی رو حفظ کنم حافظم از بین میره، پیغمبر گفته. اینا رو از خودمون در میاریم، به پیغمبر نسبت میدیم. تا میتونید هر چیزی رو که میشنوید حفظ کنید، آیه های کوچیک قرآن را حفظ کنید، اشعار را حفظ کنید. نیروی حافظتون میلیون ها سلول هست از برای حفظ مقام و حفظ کارهاتون باید به کار ببرید و نذارید قوه حافظتون بخوابه، زنگ بزنه، ناراحت بشه. این چیزا رو باید بهش توجه کنیم و موفق بشیم که در زندگی مطالبی رو که میشنوید از هر کسی با عقل و خرد خودتون بسنجید. موضوع حجامتی رو که نقل میکنن که پیغمبر اکرم در شب معراج میخواسته بره، جبرئیل اومد گفت حجامت بکن، اینا همش ساختگیه. هر چیزی رو که میخواستن در بیارن زودی منتسبش میکردن به یکی از امامها یا یکی از پیغمبرها و میگفتن شب معراج. معراج چیست؟ شیخ احمد احسایی از علمای بزرگ نجف بود، گفت معراج پیغمبر اکرم روحی بوده، با روح خود به سیر آسمان ها کرد، نه اینکه براق سوار شد و 4 تا بال داشت و جبرئیل اومدش بردش به آسمون. اول حضرت فلان دید، آسمون سوم حضرت عیسی رو دید، آسمون چهارم حضرت یحیی رو دید، بعد به آسمون هفتم رسید حضرت موسی رو دید. اینا اسرائیلیات، ساخت اسرائیلیات که طبقه هفتم آسمان حضرت موسی بود و پیغمبر دید و سلام کرد. و این آسمان کجا هست؟
شیخ احمد احسایی اون وقت نمیتونست، علم اونجور نبود که بگه اکسیژن نیست در اونجاها، گفت پرده هایی هست در این از بیرون فضا که کسی نمیتونه اون پرده ها رو ببره بره. حضرت با روح خودش رفت سیر سماوات کرد و نعمت های خدا رو دید، نه اینی که اسب سوار شده رفت اونجا و شب معراج بهش گفتن حجامت بکن بری. اصلا حجامت اون وقت نبود. اینا یه چیزایی است که شنوندگان توجه داشته باشید، این رسانه ها واقعا بعضیشون سمبولفاره، توجه داشته باشید، پرهیز کنید از این مطالبی ری که به عقل و خرد و علم امروزمون نمیرسه. شما امروز مسافرت میخواید بکنید، از اینجا به واشنگتن 5 ساعته پرواز میکنید، در 20 سال قبل میخواستن برن 10 روز طول میکشید تا از کالیفرنیا برن واشنگتن. 1000 جورم خطر بود، دریا بود، شتر بود، دزد بود. حالا 5 ساعته مسافرت میکنید، زندگیمون عوض شده، فکرمونم باید عوض بشه، روش زندگیمونم باید عوض بشه. 10 سال دیگه باز جوری دیگه میشه. الان کسی دیگه کتاب نمیخونه، همش توی دستگاه کمپیوتری کوچیک 2000 تا کتاب توشه. منتها مواظب باشید از کسی که میخرید دم دستتون باشه، اگه خراب شد برید بهش بگید، نه جای دور نباشه که پول بدید و وقتی کار نکنه دستتون بهش نرسه و نتونید درستش کنید و ضرر بکنید. در زندگی نکنید کاری که درش احتمال ضرر هست، احتمال زیان هست، از اون پرهیز کنید. مؤمن از کار بی ارزش دوری میکنه. اینها فرمایشات پیغمبره که به عقل و خرد میاد، نه اینی که اگر روی قبر چیزی رو نوشته اگر شما بخونید حافظتون کم میشه. یا وهابی ها میگن اصلا زیارت قبر شرکه. خب آدم میخواد بره سر قبر پدرش دست گل بذاره، یعنی چه شرکه؟ پیغمبر اکرم خودش شخصا میرفت قبر حضرت خدیجه و یکی دو مرتبه میرفتن گریه هم میکردن، و سر قبر حضرت حمزه عموشون شهید میرفتن زیارت میکردن. حالا اینا در آوردن، وهابی ها میگن که نخه، اگه زیارت قبرستان بکنید و پادشاهشون هم که میمیره میبرن بروی تپه اونجا دفن میکنن، اصلا سنگ قبرم نداره، هیچ کس هم حق نداره بره اونجا دیدن بکنه. اینا زیاده رویه، در هر چیزی اسرافش خوب نیست. شخصی زیاد چیز خورده بود، ندیده بود این برنامه های تغذیه آقای دکتر ابوالفضلی که واقعا انسان را جلو میبره از نظر بهداشت و صحت و اینها، اینا رو نخونده بود، زیاد چیز خورده بود، رفت پلو دکتر. دکتر فهمید که این چیز زیاد میخوره، پرسید ازش، گفت تو قرآن شما جوابش اومده، دوای تو اونجاست. گفت چیه تو قرآن؟ گفت میفرماید کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید بیاشامید اما زیاده روی نکنید. زیاده روی نکنید در غذا خوردن، زیاده روی نکنید در محبتتون. ما قدیما به حمال میگفتیم ای عزیز پدر مادر بیا این چمدون رو بردار، برای خاطر که این میخواستن بذارنش مدرسه، گریه میکرد نمیرفت، میگفتن خب نرو تو گریه نکن دیگه، بی سواد میمون. عزیز پدر مادر ما نباید باشیم، یعنی عزت داشته باشیم، اما پدر مادر ما رو تربیت بکنه درست، مدرسه بذاره درست، محبت بکنه درست، زیاده روی در محبتش هم نباید بکنه. در هیچ چیزی اسراف نکنید، در هیچ چیزی زیاده روی نکنید، اما تو فکر باشید، نقشه بکشید، طرح بریزید. ایها الناس، اینجا امریکا جای قدرت بهترین برین یعنی مغزها، و بهترین گرین یعنی خوراکی ها، و بهترین رین یعنی باران در این امریکای ما هست. قدرش بدونیم، قدرش بدونیم و ازش استفاده صحیح بکنیم، نه اینی که خدای نکرده مغزمون را با مواد الکلی پنچر کنیم، معدمون با غذاهای نامرتب مریض کنیم، خودمون خسته بکنیم. نباید آدم خسته باشه در زندگی، باید خجسته باشه عوض خسته، یعنی باید نشاندار، مدالدار. آیا مدالی در زندگیتون گرفتی؟ آیا کتابی نوشتی؟ آیا یه شعری گفتی؟ مسجد گوهرشاد درست کردید؟ خودتون هم یک گوهرشاد باشید، خودتون یک یتیم خونه درست کنید، مسجد درست کنید، مدرسه درست کنید،
یه جایی از برای بینوایان درست کنید. ما نداریم این خانه‌ای که از برای ایرانیان اگر محتاج هستن برن در اونجا راحت زندگی کنن. پولدارای ما تو این فکر نبودن. باید ما در این فکرها باشیم، طرح داشته باشیم برای زندگیمون. دست خود ماست، این میدون و اینم توپ، بازی کن و برنده شو، ورزش داشته باش، راه برو روزها، تفکر کن شبها. تفکر ساعه خیر من عبادت 70 سنه. یک ساعت منظور 60 دقیقه نیست، یعنی یک مدتی بشینی فکر کنی از 1000 سال عبادت فایدش بر تو بیشتره. این فکرها رو ما باید بکنیم، دوست تهیه بکنید. یگانه فرهنگی که اینو من بارها گفتم و باز هم میگم، یگانه زبانی که دست را با دوست یه جور می‌نویسه، دست و دوست، فقط یه پیش داره روی دال، دوست میشه. دست یعنی دو دستی که همه زندگی ما به او بستگی داره. رانندگی میکنی با اوست، کتاب می‌نویسی با اوست، غذا می‌خوری با اوست، خوراک می‌خوری با اوست، سرت چشونه می‌کنی با اوست، ریشت می‌تراشی با اوست. همه کارامون به وسیله دسته. آیا این دو دست کافی است برای زندگیمون؟ نه. شما دو تا دستم این بالا می‌خوای، 4 تا دستم اون بالاتر می‌خوای، اونها دوست تو هستند. دوستا رو باید شما تهیه کنی. هر کسی رو که بپرس، یک کسی خوشنام باشه، آدم خوشرو باشه، تبشر بشرش در صورتش باشه، غضبناک نباشه، عصبانی نباشه، یک همچین آدمی هست، برو جلو دست بده، کارتت بده، بگو اینها ایرانیای ما متاسفانه وقتی میرن در کاسکو یا یه مغازه بزرگی میگی ما یواش حرف بزن، یه ایرانی اونجاست. نه، بلند حرف بزن و برو سلام بکن و احوال پرسی کن، کارتت بده، آدرست بده، آدرس چی بگیر، ببین اگر آدم خوشنام و موفقیه از توفیقات اونم تو استفاده کن. این هنر انسان بودنه. این فرق با حیوانات اینه که حیوان سرش دین میره، اما شما باید دوست را پیدا کنی، باهاش معاهده کنی. اگه خوشنامه، خوش بیانه، خوش صحبته، با هر کاری که تو داری من انجام میدم، هر کاری من لازم دارم تو انجام بده. کارت ویزیت داشته باشی، آدرستون، شماره تلفنتون، اینا رو بنویس. من در لندن کارت که ویزیت داشتم اون طرفشم نوشته بودم For anything you need, you think you need help, get in touch. برای هر چیزی که فکر میکنی من میتونم کمک بکنم در تماس باش. دعوت میکردم اونها رو. من هر چی داشتم و دارم از دوسته، از راهنمایی دوستانه. حالا یه مرتبه دوستت قرآنه میخونی و مطالعه میکنی و استفاده میکنی، یه مرتبه دوستت معلماتن، پدر مادرتن. پدر مادرت باید با تو دوست باشن، نه اینه که تو رو اوقاتشون ترق بشه، تو رو آق بکنن، محرومت بکنن از ارث برای رفتار تو. این حالت ما نباید داشته باشیم، نه ما به وسیله پدر مادر آق بشیم و نه پدر مادر به وسیله ما عوق بشن. یک کسی به پسرش گفت من آقت میکنم اگه این کار رو بکنی، گفت منم شما رو عوق میکنم. گفت حالا آق ما فهمیدیم که پدر مادر راضی نباشه از اولادش، عوق چی چیه؟ گفت من میرم صبح زود در خونه ها رو یه چیزی کثافتی میزنم، هر کی میاد در وا میکنه میگه ای بر پدرش لعنت اون کسی که این کار کرد، من تو رو عوق میکنم. نکنه اولاد ما رو عوق بکنه برای رفتار بدی که داریم، برای تربیتی که نکردیم. اولاد هم به مقدار اون چیزی که توانایی دارید ازش به حساب تربیت کنید داشته باشید. یه مرتبه 15 تا 10 تا 5 تا مثل این مکزیکی ها که میان کالیفرنیا 5-6 تا بچه همجور وقت میان توی سفوی 5-6 تا بچه دوروبرشون همجور میچرخن، در صورت که نه برای مدرسهشون پول دارن، نه برای لباسشون پول دارن، نه برای زندگیشون پول دارن. باید توجه داشته باشیم، کنترل بکنیم خودمونه. آمد خدمت حضرت یکی از ائمه گفت یا امام بزرگوار من 2-3 تا بچه دارم، ثروتم کافی نیست از برای بچه دار بیشتر، چیکار کنم؟ حضرت فرمود اعزل، جلوگیری کن از اون مقداری که بیشتر نمیتونی تربیت بکنی، جلوگیری کن. این تربیت امام های ماست که به ما یاد میدادن. خشک مقدس نباشید. مثل اون آقایی که اولی که آمدن در ایران جمعیت گذشت زیاد بشه، از 30 میلیون شد 70 میلیون، نه مدرسه دارن، نه کفش دارن، نه کلا دارن، مسجد جا مسجد شاه چراغونه، بچه گدا فراونه. اینطور نباید باشه. باید ما مقدار تواناییمون در زندگی بخونه با اون چیزی که درآمدمون هست.
اولادمون، لباسمون، پوشاکمون. نرید یه خونه رو قرض بکنید از بانک، هی رفتن قرض کردن و حالا همش داره فورکلوز میشه چون ندارن بدن. باید توجه اینه داشته باشید، باید زیاده روی در زندگی نکنید. انقدر این زندگی منظمه، یک زمان غافل بشی یک عمر راحت دور میشه. یه شخصی از عرفا راه میرفت، یه سنگی زیر پاش بود، لغزید، نزدیک بود بیفته، پاشد و ایستاد. همجور فکر کردن، رفقاش بودن گفتن بفرمایید بریم، گفت نه من میخوام فکر کنم امروز چیکار کردم که خدا این سنگ زیر پای من درست کرد که من با سر بخورم زمین. این طوری حساب ها، یک ذره غفلت بکنید سنگ سرت به سنگ میزنه. باید ما توجه داشته باشیم، یک کار خطایی رو نکنیم. این دنیا اینقدر درش حسابه، مخصوصا در امریکا که هستی خیلی حساب داره کارها. من یه مرتبه در یکی از سخنرانیام توصیه کردم که حتما تاکستون رو بدید. یکی از این خشک مقدسات رو کرد، ای آقا خراسان شما میگین ما باید تاکس به دولت بدیم؟ بله، قانون اینجاست. وقتی تاکس دادی بعد از 10 سال تو هم از اون تاکس پول بهره میگیری، بهت پس میدن. این نظم اینجاست. بیمه بشید، بیمه لایف بشید، بیمه بهداشت داشته باشید، بیمه اینا رو باید سیستم اینجا زندگی بکنید. این دینه، دین یعنی روش زندگی. در کجا زندگی میکنید؟ همونطور. در لباستون، در پوشاکتون، در حرکتتون، در راه رفتنتون. 1400 سال قبل در قرآن کریم میفرماید حضرت لقمان که دارای حکمت زیاد بود به فرزندش میگه ولا تمشی فی الارض مرحا ولا تعلا صوتو که ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. صدات بلند نکن در صحبت کردن. راه هم که میری مثل چاقو کشا و این فلانا راه نرو، مؤدبانه راه برو در کوچه و بازار. 1400 سال قبل تو قرآن نوشته، افلاطون هم سقراط هم 2000 سال قبل بوده، اون وقت میگه که درست راه برو در خیابون، درست رانندگی بکن، قیقاش نرو تو فریوی، چراغ قرمز برات روشن میشه، برو برگردم نداره. این یه زندگی منظمی است که ما باید درش توجه داشته باشیم و عمل کنیم. عملتون با زیبایی باشه. اون ترجمه بند اول من براتون خوندم، حالا از یکی دو تا ترجمه بنداش فقط اون شعرهای اولش میخونم که انشالله امیدوارم موفق بشید پیدا بکنید و خودتون اونها رو هم حفظ کنید. ترجمه بند اولش که گفتم ای فدای تو هم دل و هم جان، وی نثار راحت همین و همان. ترجمه بند دومش از تو ای دوست نکسلم پیوند، گر به تیغم برند بندند بند. از دوستت هیچ وقت قطع نکن، پیوندت از دوست قطع نکن. هاتف اصفهانی شاعر فیلسوف ما میگه از تو ای دوست نکسلم پیوند، گر به تیغم برند بند از بند. الحق ارزان بود ز ما صد جان، و از دهان تو نیم شکر قند. این ترجمه بند دومشه که در حدود 20 تا شعره. ترجمه بند سومش دوست رفتم به کوی باده فروش، ذاتش عشق دل به جوش و خروش. این ترجمه بند سومه. بعد ترجمه بند چهارم بهترینشه به نظر من، چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنیست آن بینی. گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی. بر همه اهل این زمین به مراد گردش دور آسمان بینی. اون چه بینی دلت همون خواهد، اون چه خواهد دلت همون بینی. دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در نهان بینی. که نقل میکنن این از اتم خبر داده، دل هر ذره یعنی همون اتم که بشکافی آفتابیست در نهان بینی. این هم باز ده بیست شعر دیگه داره. بعد ترجمه بند پنجمش یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیست یا اولو الابصار. یار یعنی خدا، یعنی پروردگار، یعنی اون کسی که ما رو خلق کرد. بی پرده از در و دیوار در تجلی است
یا اول الابصار شمع جویی و آفتاب بلند، روز بس روشن و تو در شب تار. توجه داشته باشا، گرز ظلمات خود رهی بینی همه عالم مشارق انوار، کوروش قاید و عصا طلبی بهر این راه روشن هموار. چشم بخشا به گلستان و ببین جلوه آب صاف در گل و خار. یار گو بالغدو و الاصال، یار جو بالعشی و الابکار. صد رهت گر لنترانیر گوین. حضرت موسی در کوه طور با فشاری که یهودی ها بهش می آوردن که اگر تو میگی خدای هست این خدای خودت به ما نشون بده، حضرت هم بر خاطری که اینا حالا ببینی چی میگن جوابشون چی بده، گفت خدایا خودت به ما نشان بده. ندا آمد که لن ترانی یا موسی. هاتف میگه صد رهت لن ترانی ار گوین، باز میدار دیده بر دیدار. ناامید نشو در دنیا، اگه صد بارم بهت گفتن لن ترانی، باز امیدوار باش تا به جایی رسی که می نرسد پای اوهام و پایه افکار. یار بار یابی به محفلی کنجا، جبرائیل امین ندارد بار. این رهین توشه تو این منزل، مرد راهی اگر بیا و بیار، مرد راه باش، ترسو نباش. ورنه مرد رهی چون دگران، یار میگوی و پشت سر میخوار. اگه مرد راه نیستی سرت بخونون رد شو. هاتف ارباب معرفت که گهی مست خوانندشان و گه هوشیار، از می و جام و ساقی و مطرب و از مغ و دیر و شاهد و زنار. قصد ایشان نهفته اسراریست که به ایما کنندشان اظهار. گربری پی برازشان دانی که همین است سر اون اسرار، که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. این ترجمه بند هاتف بود که امیدوارم انشالله روزی به دست بیارید و حفظ کنید و سعی کنید اشعار را حفظ کنید، سعی کنید تلفن دوستان را حفظ کنید، سعی کنید آیه های قرآن، سوره های چهارقل، سوره انا انزلنا، سوره یاسین، اینا را حفظ کنید. مفید از برای زندگیتون، مفید از برای جامعتون، به شما احترام بهتر میذارن. اینا ارزش یک انسانه، اینا ارزش یک ایرانیه. ایرانی الاصل باشید و برای ایرانتون فکر کنید. انتقاد بی خود از این اون نکنید بی فایده. این عظمت ایرانه و امیدوارم انشاءالله روزی برسد که ما در کشتی موفقیت و ایمان و صلح و محبت انشاءالله سیر جهان را بکنیم با نام نیک و همیشه زنده باشیم. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. و سلام.